در عشق تو من تو هم تو من باش، یک پیرهن است گو دو تن باش، جان و همه آن تو شدم من، من آن تو هم تو آن من باش. یک رمز مگوی لیک چون گل، میخند خوش و همه دهن باش. عطار. گر گویندت که کافری چیست، گو عاشق زلف بت شکن باش. ور گویندت که چیست ایمان، گو روی ببین و نعره زن باش. گر کشتن تو دهند فتوا، در کشتن خود به تاختن باش. ور گویندت ببایدت سوخت، تو خود ز برای سوختن باش. در عشق تو من تو هم تو من باش. عطار عزیز و نازنین. همین ارجمندم، عرض ادب دارم خدمت شما و اجازه مجددا تبریک بگم سال 1394 خورشیدی رو. آرزوی سلامتی دارم، سعادت، خوشبختی و بهروزی برای شما همینان ارجمند و عزیزم. امیدوارم در یک ایران بهتر همه ما زندگی کنیم. آقای امیر درخشان برنامه رو هدایت میکنه، ضمن تبریک سال نو به او و خانواده نازنینش اجازه بدید که برنامه رو پی بگیریم با یک صاحب نظر، با شخصیت نازنین پیام عزیز دکتر اسماعیل نوری علا، که لطف میکنه ما رو به همراه خودش بره به سفرهای دور و دراز، در گذشته های دور آشنا میکنه با جمعی از چهرهایی که سهمی داشتن در زندگی معنوی ما و زندگی فرهنگی ما. دکتر نوری علای عزیز، درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما، خدمت امیر گرامی و بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون. امیدوارم این ایام بهتون خوش گذشته باشه، خوب باشه دیگه، یعنی اونجوری که دلتون میخواسته گذشته باشه. والا دیگه دوران کولت هست و غربت و عرض کنم که همه مسائل مربوط به اون، ولی در این حال جای شکایتی هم نیست، بهترین وضعیتی که میشد داشت دارم. شکرگزارم به حال نسبت به وضعیتی که هست. آقای شون کانری 15 سال از شما مسیطر نمیگه من دوره کولت رو دارم میگذرونم. والا مرتب دیگران به آدم گوشه آدم هر چه قدم بخواد جوانی کنه، وقتی در آینه دیگران خودشون میبینه میفهمه که عمری ازش گذشته دیگه. این خاطرات اخیر شما خیلی مورد توجه قرار گرفته، از هم فوق‌العاده است. حال نشون میده، نشون دهنده روحیه روزگار ماست دیگه در گذشته که خیلی متفاوته با امروز. خب ما سراپا گوشیم، میخواید از کجا ما رو از کجا دنبال کنیم برنامه رو؟ بله، من قصد داشتم که امشب راجع به آقای احسان طبری صحبت کنم. او چقدر خوب، چقدر خوب. ما اما این وسط چیزی که پیش آمد این بود که در دو جلسه قبلی که صحبت از جریانات حزب توده و اینها بود، من یه جمله ای رو گفتم که عرض کنم که به نظر من رهبری حزب توده چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به ایران خیانت کرد. بله بله. و این به خیلی از اشخاص برخورد، از دوستانم گرفته تا کسانی که من نمیشناختمشون، ولی تماس های زیادی با من گرفته شد و معتقد بودن که این حرف بدی بوده که زده شده، در حالی که من یادمه که در پایان برنامه هم عرض کردم که من یکی از بیشترین دوستان عزیز من عضو حزب توده بودن، اونها رو من آدمای شریف و وطن دوستی میدانستم، ولی این دلیل نمیشه که عملکرد حزب توده به لحاظ رهبریش رو نادیده بگیره. اما با این حال به دو سه تا مطلب به دست من رسید که یکیش رو یک دوست خیلی صمیم من برای من فرستاد و نوشتش که این نامه امروز به دست من رسیده و از من خواهش کردند که به دست تو برسانم. اگر شما اجازه بدید من این نامه رو بخونم، برای این نوع رابطه متقابلی رو بین ما و بینندگان و شنوندگان این برنامه برقرار میکنه و لااقل اونها، یعنی ما یک طرفه به قاضی
نرفتیم. اگر اونها هم نظری دارند اون رو بیان میکنیم. حتما این کار رو بکنید. حتما. این نامه هستش در واقع خطاب به اون دوست من هست. بله بله. نوشته است: دوست گرامی با سلام، هدف از نوشتن این نامه شکایت از آقای نوریالا است. آقای نوریالا در برنامه‌ای که با آقای میبودی دارند خاطراتشان را بازگو میکنند و در اغلب اوقات مورد سوء استفاده آقای میبودی قرار میگیرند، چنانکه شنونده نسل جوان دچار این توهم میشود که حکومت شاه یک حکومت دموکراتی بود که به دست ما خائنین در سال 57 سرنگون شد و این را از تلفن‌هایی هم که به برنامه آنها می شود می توان فهمید. فکر میکنم آقای نوریالا هم کاملا متوجه این موضوع هستند، اما همچنان به این گفتگو ادامه می دن. اگر ایشان معتقدند که انقلاب غلط بود و ما اشتباه کردیم و حکومت شاه دموکرات بود و ساواک با لطافت کامل با انقلابیون برخورد میکرد، صادقانه بگویند تا ما خط و خطوط من را با ایشان روشن کنیم. من در سال 57 جزو دانشجویان پیشگام بودم. پیشگام یه سازمان سیاسی بود و پرشور و فعال و کتک خور. همسایه اتاق ما در دانشکده اتاق مربوط به بچه های توده ای بود و ما بیشتر از اون که با چماغدارها درگیر باشیم با توده ای ها درگیر می شدیم و در واقع همان بلایی را که چاقوش‌کش ها بر سر ما می آوردند ما بر سر هواداران توده ای می آوردیم و اغلب موارد طوری با ما برخورد می کردند که در آخر، یعنی توده ای ها با ما طوری برخورد می کردند که در آخر مایه شرمندگی ما می شد. رفتارشان مثل رفتار برادر بزرگتر بود و با متانت و باید اقرار کنم با بزرگواری. من نمی دانم به چه دلیل ما آنها را فرصت طلب و خائن و ترسو می دانستیم. وقتی که در سازمان فدایی انشعاب شد و اکثریت با حزب توده هم داستان شدند، من از شرم رفتاری که پیشگامان با هواداران توده‌ای کرده بودند به کلی منزوی شدم و بعد از مدتی تازه با نوشته ها و ترجمه ها و به طور کلی با کتب حزب توده آشنا شدم و به این نتیجه رسیدم که اکثریت نویسنده ها و شعرا و فیلمسازهای ما توده‌ای هستند و آشنایی ایرانیان با دانش و هنر و انقلاب و عدالت خواهی همه ریشه در حزب توده دارد و دیدم که بزرگانی مثل احسان طبری و بهازین و کیانوری و انبوه انقلابیون و طرفداران مدرنیسم و سکولاریسم هم توده ای هستند. دیدم طبری جزو معدود فیلسوفان مارکسیست اصل حاضر است و بقیه اعضای حزب هم به شکلی جزو نخبگان شرق هستند و دانستم که حسین شریعت مداری شکنجگر احسان طبری بوده و خانم کیانوری را که 75 سال سن داشته جلوی چشم او با بدن عریان شلاق زده است و جوان 24 ساله‌ای به هازین پیر را شکنجه کرده است. دوست من، مارکس گفته است شرم یک احساس انقلابی است. آقای نوریالا در برنامه پر بیننده آقای میبودی از تشکیل کانون نویسندگان صحبت می کند و به غیر از آل احمد دیگران را توده‌ای می نامد و در این حال از دانش اونها و خدمات اونها هم سخن می گوید، ولی در ادامه با خشم و تکرار حزب توده را خائن می نامد. به نظر شما این درسته که در مقابل جوانهایی که تاریخ کشورشون رو نمیدونند و در غیاب یک عضو حزب توده این حزب را خائن نامید؟ آیا شما برای خوشایند آقای میبودی باید تاریخی ترین حزب این سرزمین را خائن بنامید؟ آیا خود آقای میبودی با اعضای این حزب رفیق نبود؟
آیا ایشان از رفقای تودهیشون خیانتی دید؟ اگر از زبان ملاها و یا طرفداران سلطنت بشنویم مشکلی نیست، ولی کسی که مبارزه بوده و اگر هم دانشی داره به خاطر همین تودهی هاست، آیا این عدالته که در غیاب اونها همزمان با ملاها اونها را بدون مدرک خائن بخواند؟ من نه تنها تودهی نیستم، بلکه به هیچ گروهی وابستگی ندارم، ولی موقعی که به یاد میارم که آقای طبری این فیلسوف پیر و ضعیف را به مدت 6 ماه داخل سلول انفرادی که در جوار توالت بند عمومی بود و دیوار سلول به خاطر ادرار طلبه کرده بود و این مرد بزرگ از بوی تعفن یک لحظه آرامش نداشت و بعد از شکنجه های حیوانی که شخص شریعت مداری انجام میداد و آن بدن در هم شکسته و پیر را دوباره به همین سلول می بردن و او تنها چیزی که میخواست فقط یک بار نفس کشیدن در هوای آزاد بود، شرم میکنم و بعد به یاد آقای نوریالا میفتم و تصور میکنم که با حسین شریعت مداری نباید تفاوتی داشته باشه. دوست گرامی، من این نامه را برای شما نوشتم تا هم درد دلی کرده باشم و هم اینکه هر جور که مایلید آن را به آقای نوریالا بفرستید. با آرزوی توفیق برای شما. غالبه. این یکی از چندین نامه اینجوری به دست من رسید که این یه خود لحن دوستانه و مؤدبانه تری لااقل داشت. خواستم بگویم که من اعتقاد دارم که بین بدنه احزاب سیاسی و رهبری احزاب سیاسی باید تفاوت گذاشت. افراد معمولا وقتی که داوطلبانه و پرشور و وفادارانه به یک حزبی میپیوندند، آمدن که به مملکت خودشون خدمت بکنن و در مورد حزب توده من در این مورد شک ندارم. و اگر که مثلا در مقطع 1325 بخش عمده ای از روشنفکران ما به رهبری آقای خلیل ملکی از حزب توده جدا شدند و اقامه دلیل هم کردن مبنی بر اینکه رهبری حزب توده دنبال منافع ایران نیست، بلکه به عنوان شاخه‌ای از رژیم شوروی در ایران داره عمل میکنه، خب بسیارانی از روشنفکران اون روزگار در این انشعاب شرکت داشتن، از خود خلیل ملکی تا آل احمد تا نادر نادرپور و دیگران بسیاری که میشه تحقیق کرد و نامهاشون را برد. عرض کنم که بعد از 28 مرداد و فرار توده‌ای ها به شوروی هم ما رفته رفته به وسیله دکتر کشاورز و بقیه متوجه این شدیم که چگونه حزب توده در رهبری خودش تسلیم عرض کنم که کومینترن شوروی و غیره بوده است و اینها. بنابراین از داخل حزب توده ما بیشترین خبرها رو داریم راجع به اینکه چگونه رهبری حزب توده نسبت به منافع ملی ایران خیانت کرده. من در جلسات گذشته در مورد این توضیح دادم که شاید کلمه خیانت در اینجا رسانه‌ای مقصود نباشه، به خاطر اینکه حزب توده یکی از شاخه های اندیشه ایدئولوژیکی بود که اساساً به مرز و وطن و بوم و زادبوم و غیره اعتقادی نداشت و معتقد بود که همه این مرزها مصنوعی هستند و همه عرض کنم که ایران مردمان عدالت خواه جهان در اردوگاه سوسیالیسم گرد هم آمدند و باید به این اردوگاه خدمت بکنند. و این طوری در ذهن عرض کنم که دوستان توده‌ای ما جا افتاده بود که اونا هرگز تصور نمیکردن دارن به عرض کنم که کشور خودشون خیانت میکنن، بلکه معتقد بودن که در داخل مرزهای ایران دارن با عرض کنم که سرمایه‌داری، بورژوازی، نمیدونم
اینها از یک سو و امپریالیسم و عوامل امپریالیسم در ایران دارن مبارزه میکنن و صادقانه این کارو میکردن. اما وقتی که فاش شد، آقای خروشچف پیدا شد، اسناد دوران استالین رو شد و غیره، بسیاران متوجه این شدن که به هر حال اگر که امپریالیست ها در ایران عواملی رو داشتند، شوروی هم در ایران عوامل خودش رو داشت و این عوامل در واقع در سطح رهبری حزب توده عمل میکردن. بنابراین این که من میگویم که حزب توده هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب به خاطر خدماتی که به حکومت اسلامی کرد به منافع ملی ما خیانت کرد، اگر که دوستانی که با تعریف منافع ملی هنوز هم که شوروی از بین رفته است و اردوگاه سوسیالیسم درش بسته شده هنوز معتقدند که منافع ملی یک مثلا ایده بورژوایی یا امپریالیستی هست و از این روزن به بنده حمله میکنند و ایراد میگیرند، من حرفی ندارم. من آثاری دیگه از اون ماجراها نمیبینم که الان یک کسی خودش رو متعلق به یک اردوگاه منسجم و سازمان یافته ای بدونه که داره با امپریالیسم مبارزه میکنه و در نتیجه دفاع میکنه از گذشته چپ توده ای در ایران. من حرفی ندارم. اما اعتقاد من که معتقد به این هستم که هنوز دوران دولت ملت ها در تاریخ بشریت سر نیامده است. کشورها با مرزهای سیاسی خودشون شامل ملت هایی هستند که این ملت ها دارای منافعی هستند که این منافع در تضاد با بیگانگان قرار میگیره. اعتقادم بر اینه که اگر کسی علیه این منافع رفت با بیگانه سازش کرد، داره به این منافع خیانت میکنه. این اسمیست که من براش قائلم. نمیدونم این دوستانی که به این حرف ها ایراد میگیرن برای خیانت چه تعریفی داره. اینجا بود که فکر کردم کمی راجع به تجربه اندکی که در رابطه با زنده یاد احسان طبری داشتم سخن بگویم و بگویم که از خود او من در این زمینه چه شنیدم. به خاطر اینکه وقتی که سران حزب توده به ایران برگشتند و حزب توده در خیابان 21 آذر که ضلع غربی دانشگاه تهران بود، عرض کنم که دفتر دستکی درست کرد و آقای کیانوری روزا در اون دفتر می نشست و آقای عرض کنم که تبرزدی در خانه ای در امیرآباد ساکن بود و حزب یک نفر رو گذاشته بود، خانومی بود گذاشته بود که رابطه آقای طبری باشد با دیگران، به من مراجعه شد و من گفته شد که آقای طبری میل دارن من رو ببینن و دلیلش هم این بود که آقای طبری علاوه بر مقام حزبی که داشتند در این حال شخص تاریخدان و ادیبی بودند و شاعر بود، راجع به تاریخ ادبیات ما تحقیق کرده بود و غیره و حالا که بعد از سالها دوری به کشور خودش برگشته بود، علاقه داشت که با کسانی که در کار ادبیات اشکاره که فعال هستند از نزدیک آشنا بشه و یکی از انتخاب‌های ایشون هم بنده بودم که وقتی که ایشون رو ملاقات کردم در منزلشون برای من توضیح دادن که من در خارج که بودم در سال 1348-49 کتاب صور و اسباب در شعر امروز ایران رو که تو منتشر که نوشته بودی و منتشر کرده بودی در نمیدونم برلین کجا به دست آوردم و خوندم و از این تحلیلی که از ادبیات معاصر کردی خوشم اومد و علاقه من بودم که روزی تو رو ببینم و حالا این فرصت دست داده. بنابراین ما بحث سیاسی اصلا با هم نکردیم، بیشتر در مورد از تاریخ ادبیات، در مورد حتی وقتی که در مورد 53 نفر راجب ارانی، راجب نیمایشی صحبت میکردیم یا صادق هدایت، بیشتر بحث ما بحث ادبی بود تا سیاسی. بله. و در یکی از این
ملاقات ها، شاید 3 تا 4 تا ملاقات من داشتم در منزل ایشون رو ملاقات کردم، سوالی برای من پیش آمد و اون موقعی بودش که آقای بهازین و آقای کسرایی و سایه و اینها رفته بودن در مقابل کانون نویسندگان، عرض کنم که شورای نویسندگان و هنرمندان خط امام رو به راه انداخته بودن. و من وقتی که نگاه میکردم به مجموعه کسانی که در این نهاد فرهنگی دور هم گرد آمده بودن، میدیدم همشون از توده‌های سابق و پا به سن گذاشته هستن و کمتر جوانی در اون جمع مشاهده میشد. به همین دلیل به یادم این جمله که اینن به آقای طبری گفتن که آقای طبری من یه پرسشی دارم، این حزب توده زمانی زایشگاه روشنفکری، ادبیات و هنر ایران بود، هر کی سرش به تنش می‌ارزید اون موقع به یه نوعی با حزب توده در ارتباط بود، حتی اگر که بعداً از حزب توده هم انشعاب کرده بود مثل آل احمد و نادرپور و غیره، ولی به هر حال اون عقاید توده ای رو یا عقاید میشه گفت عدالت خواهانه رو با خودشون آورده بودن بیرون. چگونه است که این زایشگاه روشنفکری و ادبیات ایران امروز به صورت آسایشگاه پیروپاتالا در آمده است و یه عده آدمی که دیگه سن فعالیتشون داره به سر میاد دور هم جمع شدن و دارن این کار میکنن؟ آقای طبری مدتی به فکر فرو رفت و من اون موقع عازم این بودم که برگردم، از لندن رفته بودم به تهران که ایشون رو ملاقات کردم و میخواستم برگردم به لندن و ایشون گفت این مسئله خیلی مهمیه که ما باید با همدیگه در این مورد صحبت بکنیم. من فکر میکنم که اگر که جوابی برای پرسش شما داده بشه راه رو به خیلی چیزها باز میکنه. من با ایشون خداحافظی کردم و رفتم به لندن. 3-4 ماه بعدش که به تهران بازگشتم فکر کردم که یک عرض کنم که احوالی هم از ایشون بپرسم. ها قبل از اینکه برم به لندن در کیومرث منشیزاده یک جلسه شعرخوانی داشت در این شورای هنرمندان و چون با من در سازمان برنامه هم اتاق بود از من خواست که من هم در اون جلسه شرکت کنم. من هم به خاطر او رفتم. در اونجا این روز بعد از آخرین ملاقات من با آقای طبری بود، از پله ها که داشتم می آمدم برم، سیاوش کشتایی از پله ها داشت می آمد بالا، سر پیچ پله ها به هم رسیدیم و ماچو بوسه و سلام علیک و غیره و پرسید چه می کنی کجایی و این حرف ها. گفتم آره هستم، من در انگلیس دارم درسم رو تموم می کنم و هر وقت فرصتی میشه برمیگردم میام ایران ببینم بالاخره این انقلاب میخواد به کجا بکشه. و اتفاقا دیروز هم ملاقاتی داشتم با آقای طبری و از ایشون پرسیدم که آقا چرا این زایشگاه به آسایشگاه تبدیل شده. یک مرتبه دیدم که اخمای کسرایی تو هم رفت و گفتش که عجب عجب، پس شما با آقای طبری ملاقاتی داشت؟ دو حرف رو گفتم من 2-3 بار رو دیدم. بعدم خداحافظی کردیم و من رفتم به لندن و 3-4 ماه بعد که برگشتم یک تلفنی زدم به عرض کنم که اون رابطی که ایشون داشت که ببینم اگر بشه ایشون رو ببینم. ایشون گفتش که من دیگه رابطه ایشون نیستم، حزب من رو از این شغل برداشته و برادر آقای کسرایی رابطه آقای طبری شده است. که عرض کنم که من به برادر کسرایی، آفریدون کسرایی که آرشیتکت بود، تلفن کردم و گفتم که مایلم که ملاقاتی داشته باشم. ایشون گفت نه آقای طبری وقت نداره، سرش گرم است و ملاقاتهای خودش رو محدود کرده. این گذشت تا اینکه من شنیدم که آقای طبری در همین شورای نویسندگان سخنرانی داره درباره شعر معاصر، خیلی مشتاقانه. من هم اون روز رفتم به اونجا، در بین جمعیت بودم. آقای طبری همینطور که صحبت میکرد
چشمش به من افتاد و شروع کرد راجع به کتاب سور اسباب من صحبت کردن و اینکه یه کتاب مهمیه در مورد ادبیات معاصر و غیره. خیلی لطف و محبت کرد که بعدم دیدم عین اون نطق رو در نشریه شورای نویسندگان هم منتشر کردند و بنابراین شاهدش هست و میتونم ببینم. در زنگ تفریحی که زده شد که بعدش میخواست پرسش و پاسخ انجام بشه، آقای تبری منو صدا کرد و گفتش که شما میتونید، ماشین دارید؟ گفتم بله. گفت شما میتونید منو برسونید به منزل؟ گفتم با کمال میل. گفت ولی به کسی نگو، من آخر جلسه که تموم شد بیا دست منو بگیر و منو ببر با ماشینت خونه. گفتم چشم. جلسه تموم شد، من همین کار رو کردم و چندین نفر آمدن گفتن نه آقا ما میرسونیمشون و غیره و این حرفا. من گفتم نه خیر، من اولویت دارم، زودتر وقت گرفتم، ایشونو بردم سوار ماشین کردم و راه افتادیم. عرض کنم که از جاده قدیم شمرون نزدیک دروازه دولت رفتیم به طرف امیرآباد که ایشون رو برسونم. ایشون به من گفتن که آقای نوری‌علا شما میدانید که چرا رابط من رو عوض کردم؟ گفتم نه خیر. گفت گویا شما در جلسه ای در این شورای نویسندگان با آقای، عرض کنم که، کسرایی برخورده بودید و به آقای کسرایی گفته بودید که با من دیدار داشتید و آقای کسرایی رفته بود و به آقای کیانوری گفته بود که این آقای تبری با اشخاص غیر حزبی صحبت میکنه و غیره، صفتهایی هم به کار برده بودش و اونها بلافاصله رابطه من رو عوض کردن و برادر آقای کسرایی رو گذاشتن جای اون. خواستم بگم به این دلیل هست که من نتونستم با شما تماس داشته باشم. یک جمله دیگه میگم و تمومش میکنم. ایشون از من پرسید حالا شما چیکار میکنید؟ من گفتم که هیچی، من اومده بودم برای اینکه یه سری بزنم در تعطیلات دانشکدهمون به تهران و دارم برمیگردم به اونجا. گفتش اونجا چیکار میخواید بکنید؟ من گفتم که من قصد دارم یه تحقیقی بکنم راجع به روابط روحانیت و روشنفکران ایران. ایشون کمی سکوت کرد و بعد به من گفتش که آقای نوری‌علا امیدوارم که تحقیق شما منتهی به اون نشود که روحانیت برنده این ماجرا بشه. عجب. ما در حزب خودمون یک اشتباه بزرگ کرده ایم و آمده ایم با این روحانیت همکاسه شده ایم. اینها همه ما رو نابود خواهند کرد، ایران رو به فلاکت خواهند کشاند و تمام این تقصیرها میافتد به گردن حزب ما. و رسیدیم خونشون، خداحافظی کردند و جدا شدیم از هم. بعد من برای بزرگان حزب توده، شاعران توده ای، نویسندگان توده ای، من نمیتونم فراموش بکنم که دوست عزیز من شاهرخ مسکوب توده ای بود، آقای عبدالحسین احمدی توده ای بود، مترجم بزرگ گالیله و غیره. من بزرگان بسیاری رو دیدم که از اون حزب برخواستن، ولی هیچ کدوم اینها دال بر این نمی شود که حزب به ایران و منافع ملت ایران خیانت نکرده باشه. تشکر میکنم. اونی که چند ثانیه بیشتر وقت نیست، فقط برای اطلاع این دوست توده ای عرض کنم که بنده هیچ وقت هیچگاه از لفظ خیانت در مورد هیچ گروهی استفاده نکردم، هرگز، چون فکر میکنم این بار حقوقی داره. ولی گفتم برخی گروه ها بودن که بر خط منافع ایران حرکت نکردن، هر اسمش خیانت یا نیست نمیدونم. این یک. دو، بنده هرگز نگفتم ایران سوئیس بوده، عیبی نداشته، نقصی داشته. نخه، ایران هم خیلی عیب و ایراد داشته، ولی شما برای نصب یک میخ به روی دیوار بولدوزر وارد ساختمون کردی. آقا گاو میش شما بردی تو فروشگاه چینی فروشی، گاو میشه وحشی با خودتون بردید. حرف اینه که ایران نیاز به تعمیر داشت اما نیاز به تخریب نداشت. این گفتگو رو پی میگیریم با دکتر اسماعیل نوری‌علایی عزیز. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خیلی ممنون.